برای خدا و به نام خودش ارادت آرزو میکنم هر جا که هستید و ما رو تماشا میکنید دور باشه از دلتون غم، دور باشه از زندگیتون گرفتاری، تن سالم داشته باشین و حال بی نظیر در جمع خانواده. اصلا اسم شانه که میاد اولین چیزی که به ذهن ما تبادر میکنه این شونه است که به زلفای مبارک میکشی، آماده میشی، آراویرا میکنی. یه شانه دیگه داریم که همین عضو بدن شونه ای که هست. من الان قرار راجع به یک شونه دیگر با شما صحبت بکنم. راجع به شونه همون تبریه دیگه میپرسن چه خبر، حال اوضاع چطوره. شما این شونه رو میندازی بالا و میگی خبری، دست شماست خبرو. میبینی که اوضاع رو ایشالله که اوضاع بهتر بشه و شرایط اقتصادی خوبتر. حرف من یه شونه دیگه است. زار زنبیل رو جمع میکنی میذاری تو ماشین، آماده همه میشینن، میذاری به دل جاده میری برای سفر کردن. همین که یه ذره وارد جاده شدی در دل تعداد زیادی از ماشین ها که سرعت کمی دارن قرار میگیری. اونها هم مثل شما زار زنبیل رو جمع کردن و در ماشین دارن به سفرشون ادامه میدن و قرار به مقصد برسن، ولی خب ترافیکه، بسته است جاده. اینجاست که اون شونه سومه میاد، شونه خاکی. یعنی یه سری تعداد آدم هستن که آرشمیدس و نیوتن خیلی اینا رو به صورت خاصی انتخاب کرده، چون قراره که تشخیصشون بده بین همه این جماعتی که الان خیلی محترم در ترافیک صبر دارن به خرج میدن، حوصله دارن به خرج میدن، اینا اصلا فرق دارن، اینا اصلا متفاوته. یه جوری میندازه تو شونه خاکی و بغل دستت رد میشه میره که این گرد و خاک و خاکش تمام ماشین رو به گند میکشه. واقعا تنها چیزی که یه ذره دلتو خنک میکنه اینه که یه 200 متر جلوتر میبینی اون کسی که با یک باغ این دکته باد تو این قبقب با تمتراغ از جلالت عبور میکنه که من خیلی بلدم از دوشون خاکی واسطه 200 متر جلوتر پیش افسر راهنمایی رانندگی میگه تو رو خدا ننویس، ها گرفتارم، عجله دارم، ننویس. شاید یه ذره دلت خنک شه. خواهشم اینه، بارها در تمام دست فرمون گفتم، باز هم میگم، به حقوق شهروندیمون احترام بذاریم. این نرفتن در شونه خاکی جز حقوق شهروندیه. من یه صدایی زیر صدا میاد که این تمرکزمو گرفته، صدای وانته. واقعا نیسان آبی گفتین بیاد بچه ها؟ آقا سنم پیام، سلام عرض تویی؟ جانم سلام، بله. نیسان آوردی چرا؟ نیسان دیگه. یه چی نیسان دیگه؟ چرا آوردیش اینجا؟ چرا نایره؟ او دست فرمون ماشین مسابقه است، ماشین های خاص خودشو داره. نیسان چرا برداشتی آوردی؟ نیسان به نظره چیه؟ لامبورگینی نیسان آبیه دیگه؟ نه این نیسان نیست. چیه؟ این کافه وانته. چی؟ کافه وانت ایدمه، یه ایده ای دادم. اگه حسادت نمی کنی بهت بگم. من چرا باید حسادت کنم به تو؟ اگه تلقی منو بگیری برم. نه باید با تلقی تو چی کار دارم؟ یعنی چی کافه وانته؟ کافه وانت ایده چند ساله من بوده. مشتری عقب وانت سوار میکنم، یه میله گوشم با کمربند. در حینی که داره حرکت میکنه بهش قهوه و چای میدم، باد بخوره به صورتش، حالش خوب شه. مریضی مگه تو؟ تو خودت هم نیاز داری به این. به چی؟ به باد؟ بله. حالا ایده بعدی میخوام عکستو بزنم رو این. میخوام شریکی کنم. بذار شریکی دست از حسادتم ورداری دیگه. چه شریکی شماخه؟ اصلا این چه ایده احمقانه ای؟ آخه تو چای بدی پشت بان دست ملت. آقا با سرمایه کم کاسب این برن جهانی میشه. من حالا چه شراکتی میتونم با تو کنم؟ سرمایه‌گذاری میکنی؟ پول چای عکستو میخوام. الان صحبت کنم با طراح. میری بیرون یا بگم حراست ببرتت بیرون؟ من که باید برم کار دارم. برو علیرضا. برم؟ برو. بالا میگم بچه حراست بیام. بغض کنار سید خندان، بفرمایید در خدمتتونم. با علیرضا. اپلیکیشن طراحی کردی؟ جان؟ یعنی من دیوونه میشم از دست این. باور کن به خدا. بریم ببینیم قرار کلا امشب چه خبر باشه در دست فرمون. برگردیم بیا اینو بهتون معرفی بکنم. چه تیمایی با هم دیگه مسابقه میدن، ان شاءالله لحظات خوش و باحالی رو کنار هم دیگه میگذرونیم. ببخشید علیرضا است دیگه، دست خودش نیست. قرار کمک من بکنه ولی بعضی وقتا یه کارهایی میکنه که ذره حرصمو در میاره. بفرمایید منتظرتونم. چیکار میکنه این جواد موسوی؟ به به علی! علی! یا علی! یا علی! فکر کنم محمد همین الان دست را رنگ رو میریزه. بخو! داره میریزه! داره میریزه! میخوام دعوت بکنم
از علی یگانه و سامان عرصخان که اینا رو همدیگه 160 کیلو هن، یکیشون اهل کاشانه، یکیشون اهل یزده. به اصفهان رو، به اصفهان رو که تا بنگری بهشت سانی، سلامی ز چشم ما رسانی. و مهمش چیه؟ اینا هیچ وقت با هم توی تیم نبودن، دوتایی با هم دیگه بخوان کار بکنن، تر زوج فرد بوده، یه روز در میون میمادن اجرا میکردن. خواهم دعوت بکنم از علی یگانه که بیاد و انشالله با هم دیگه مسابقه و چالش باحالی رو داشته باشیم. علی یگانه از سلام علیکم، به به با دو چرخه ارادت، سلام علیکم آقا کامران، خیلی مخصوصی زنده باشی. تصور میکردی همچین وسعتی رو؟ واقعا نه. بزرگترین دکور برنامه تلویزیونیه. سامان عرصخان کو؟ سامان یه لحظه، ما یه هفت ترانه ما اجرا میکردیم، دور هم بودیم یه ترانه پخش میکردیم، از خانواده های مختلف. ای وای من زنگ بزنم. نه رسید 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 چه جیغی هم میزن. آله این صدای موتوره. سلام علیکم. سلمان اوزایی که قهرمان موتور سواری، دیدینش در فصل دوم دست فرمون. سامان عرصخان داره میاد، تیم قدرتمند بیاد افترانه عینک و برده رو بیاد. من میگم خدا بیا سلمان جان، بیا سلمان جان، بیا سامان عزیزم، سلام، خوش اومدی. سلام علیکم. میکروفون برای شما عزیزم. سلام سامان عزیزم، چطوری؟ به به، نگاهش کن، دست فرمون رو احساس کردی؟ خیلی خوب، خدا رو شکر. میریم سراغ تیم دو بعدی که قراره رقابت بکنه با تیم هفترانه، یه برنامه قدیمی، تیمی که 180 کیلو وزنشونه و دوتا دوست عزیز که اجرا میکنن برنامه ویتامین خ رو. پرسون پرسون یواش یواش اومدم در خونتون، ترسون ترسون لرزون لرزون اومدم در خونتون. بله، محمد فکری عزیزم و امیر حاجیان قراره که مهمان ما باشن و قراره که مسابقه بدن. تمام شده رب. با چی اومدن؟ ببخشید، با نیسانه، با کافه وانت علیرضا، یعنی همون گذاشتی بادو بخورن و نابود چند دیگه، چایی و اینا رو هم دادی، یعنی من دق میکنم تمام این ریشا میریزه از دست تو. بفرمایی محمد جان، بفرم. خیلی ممنونم ازت علیرضا، دمت گرم. کی به کی هستن؟ بیاین بچه، بیاین، بیاین عزیزم، دربست آورد اینجا هستن. محمد فکری و امیر حاجی ها، سلام عزیزم. این پیست رو، این پیست رو واقعا هیچ ماشینی مثل با نیسان آبی کسی این پیست رو نیامده و خوشحالم که شما همچی تجربه‌ای داشتین. امیدوارم آوردن، چایی ما نمی‌خواستیم بیایم، کافی که بهتون دادن. قهوه اصله، خدا رو شکر. من مو پشت وانت بودی یا جلو نشسته بودی؟ جلو بود ولی فرقی نمی‌کنه، فرقی نمی‌کنه، یه جوری دست فرمونش یه جوری بود مودر که هوا. خلاصه که دردسرتون ندم. قرار دو تا تیم درجه یک با حال مشتی دوست داشتنی که همکارای خوب منن در شبکه نسیم و شما دیدین اجراشونو، خیلی هم حالم خوبه که اینجا پیش منن. قراره که یکی از راننده های خوب دست فرمون ما با تیم ویتامین خ یار باشه که سید جواد موسوی عزیزمونه، جز قهرمانامونه و توی مسابقه شرکت میکنه. در تیم هفترانه قراره که رضا شعبانی عزیزم جز قهرمانای دست فرمون از راننده های خوب کمکشون باشه و یار تیمشون باشه. زنده باشین، امیدوارم اتفاق خوب بیفته. سلمان عزیزم یه ذره، چون تا ما الان میخواییم باید بریم وارد مسابقات بشیم و اینا، بگو که چه خبر، چطوری، اوضاع چطوره، تبریک بگم قهرمانیت رو و اینکه ازت تشکر بکنم، ازت تشکر بکنم که در دست فرمون با ما هستی این سری عزیزم. ارادت، خب خدا رو شکر که امسالم تونستم تو این برنامه شرکت کنم و عزیزی در خدمت شما دوستان باشم. انشالله که سلامت باشی، انشالله که یه مسابقه خوب با دوستان عزیز، با البته دوستان با قهوه هم فکر نمی کنم بتونم بتونن کاری انجام بدن. تجمعاتشونه کوری آغاز شد از همین ابتدا. سلمان الان کوری تو شروع شده. بچا ممکنه که هر کدوم از این قهرمانایی که میبینید شما رو دچار چالش بکنن و در این پیست بلایی سرتون بیارن که زمین و آسمان رو به فغان بکشید. به خاطر همین خیلی دوست باشین با قهرمانای ما. سلمان عزیزم خیلی ازت متشکرم، خیلی ممنونم.
یعنی شلوغی میکنن که خاصیت بازیه دیگه. اصلا پشت فرمون که میشینی، فرمون رو دستت که میگیری، ماشین بازی عشق و حال داره و سر صدا. قراره بریم کارتینگمون رو داشته باشیم با ویتامین خیا و هفترانه یا ببینیم که چیکار میکنن. کارتینگ ما متفاوته به خاطر فرمونش، هالی دیویدسون تو رو یه ذره متفاوت و باحاله. بریم سرخط شروع ببینیم چیکارن بچه‌ها. بفرمایید. خیلی خوب، فکر کنم جذاب بشه. همین جیغ و فقان هم تیمیاتونن ها. و ها همین اول کاری قاموش کرد. اوف، باید پیچه ها رو ببینی چه دوری میگیرن. بالاخره روشن شد و برو برو ببینم چیکار میکنی. برو باریکلا، اونجا رقابت سخته. خوبه، پایا پای دارن میرن. ویتامین خ و هفترانه دوتای جلو از دوتا تیم هن. آره خوبه. تخصص کارتینگ داشتی؟ کم؟ تو چی؟ جا نمیشه دیگارتی؟ خب مثل این که داره هفترانه دور اولو به پایان میبره. واری کلا خوبه، نزدیکن به هم دیگه، نزدیکن. سر یه پیچ دقت بکنه میتونه بگیرتش. اون یکی بازی کنه ویتامین خ عالیه، داره فقط خور میزنه. میدونم شما دوست دارین که کارتینگ رو حتما به این تجربه کنید. حتما تجربه کردید، خیلی متفاوته، خیلی هیجان انگیزه، ولی حتما تحت نظر مربی این کارو بکنی. با یک تلاش مذبوحانه داره این گاز رو اساسی پر میکنه. خوبه، هنوز جلوه، هنوز هفترانه جلوه، هنوز هفترانه. دور دوم احساس من میگه که قرار هفترانه ببره کارتینگو با این شرایط، مگر اینکه یه اتفاقی بیفته که بتونه ویتامین خ ازشون پیشی بگیره. فقط داره جیغ میزنه پشت فرمون. یعنی فکر کنم روحیه رو از دست داده. اونو دارن میان برای دور سوم، فکر کنم گرفتنش. بله گرفتنش، یه در اصطلاح رانندگی لپ گفته میشه هر دوری رو که میزنن. اوورلپ کردن و گرفتنش. دور سوم رو هفترانه تمام میکنه و ویتامین خ همچنان با فریاد به دنبالشه. سعیش هم میکنه اینجوری لحظه موتور خودش هم صداش رو در میاره. یار کمکی، یار تعیین کننده، یار تعیین کننده. چون پنج دور اول رو که هفترانه تمام میکنه، گروه آبی تمام میکنن. نفر دوم که پنج دور تمام میکنه با از تیم سبزه، نفر سوم از تیم آبیه و نفر چهارم که از تیم سبز به دلیل اینکه خاموش کرد و از پس این گازر اینجوری یا با پدالش خیلی زیاد خوشحاله خفه کرد، ماشین خاموش شد، همین دلیل عقب افتادن. دور چهارم، برو فینال. دور چهارم هم تمام کرد، دور آخرشونه الان. دور یکه دور پنجم رو تمام میشه. اصلا راحت، ریلکس. به نظر باسا، همینجا باسا.
خیالش راحت شده از برد، واسه همین دیگه خیلی ولو شدن و اصلا استرسی هم نمیکشن. فاصله قابل قبولیه و شما دست فرمون متفاوت فانی رو، خوشحال کننده ای رو تماشا بکنید. قرار نیست که استراب و هیجان اون مدلی در این پیستی که خاطرتون باشه در فصلهای گذشتمون آتیش به پا میکردیم و الان تمام هفترانه پنج دورش رو تمام کرد و پشبندش ویتامین خ پنج دور رو تمام کرد. این ویتامین خی که میبینید یه دور عقبه، یعنی الان تازه چهارمی رو رفت و همین دلیل اگر که یکی کو اونهاش داره از اون ته پیست آرام میاد در آرامش کامل میاد که افترانه بردشه، خیلی هم شل کرده اصلا مهم هم نیست. به نظر من واسا بذار برسه، واسا اینجا واسا، یه دقیقه واسا واسا خط رو رد نکن. رد هر کاری کردم نشد. هفترانه برنده کارتینگ شد و انشالله که برگردن بیان از در خوشحال باشن با هم دیگه، بعدش بر میگردیم با هم حرف میزنیم. متشکرم. به دوستانی که اصلا خط پانا رد نکردن قضاوت با مردم، ما حرفمون رو تو زمین بازی میزنیم. قضاوت با مردم هنو یه دور دیگه باید بره. میخوای روشن کنم بیام؟ من الان میگم یه دور دیگه باید بره. بابا ما کارگردان کن، ما اعتراض به کی بزنیم؟ اعتراض چی دور میشه؟ باختی قبول کن. به چالشی که الان رسیدیم یک جعبه داریم که یک منوی غذایی توشه، خیلی هم غذاهای متفاوتی، خوراکی‌های متفاوتی درش هست که حالا شما حتما متوجه میشید. از یکی از شرکت کننده های دو تیم در یک ماشین قرار میگیره. راننده اون ماشین راننده گروه حریفه. علیرضا هم تو ماشینه که قراره شیطنتایی بکنه و نذاره که خیلی چرخ اینا خوب به چرخه، یک چوبی حتما در این چرخ فرو بکنه. قراره که الان اول هفترانه شروع بکنه. چه شکلی است؟ کی میاد؟ علی از تیم هفترانه میاد. شما این لباس رو میپوشین قربان؟ بله چشم. و این جعبه هم دستتونه، هر چیزی که در این جعبه هست باید یک دونه ازش تست بشه، یعنی شما باید حتما یک دونه حداقل یک دونه از اون رو میل بفرمایید. بعد از دو دور پیاده میشی میرسی اینجا پیش خدا. بله چشم. خب و من جعبه رو نگاه میکنم ببینم خالی تحمیل کنم، اگر زنده رسی جعبه رو من خالی تحمیل کنم ببینم که چه میکنی. آقای جواد موسوی راننده. بله آقا جواد. آقای علی یگانه تو رو خدا آرومتر بریم، ما میخوایم اینجا دوره هم درمون جعبه رو واکن عزیزم بحث نکن با بیننده ها، مردم منتظر. ببینید شما آیتم هایی که داریم، خب دونه دونه معرفی کن خودت. شیره به مقدار لازم، آب پرتقال، آب آناناسه، آره علاق زنیان برای پاکسازیه. نه خب دکتر تغذیه داریم اینجا، تشخیص دیگه شما لازم داریم. آب آلبالو، این آب آلبالوه؟ آب آلبالو بله. خب بعد دیگه ناپلونی، به به دلم خواست خوبه، پیازشه، به به آقا چجوری من پیازشه رو بخورم؟ به راحتی من میخورم. فلفل دلمه ای این خوبه؟ بله این خوبه. بعد اینجا گوجه سیر فلفل داریم، فلفل رو من باید بخورم 100%. آلوچه داریم، آلوچه و صبحانه. صبحانه؟ بله. این اسمش چیه؟ یا فراموش کردم. با شیر بعد الان قاطی آره. کنیم؟ بله. نه قرقاطی نکن که نریزه، با چون ما میشوریم تحویل میگیریم. خیلی خوب، علی یگانه رفت تو دل چالش با جواد موسوی و جواد میکشتش الان. چیکار میکنه این جواد موسوی؟ به به اصلا نمیشه خورد میکنه. با آق جان فرصت داری، فرصت شیره بریزیم اون تو شیره اون زرفت بریزی قبول نیست صحبت اون زرفت. آفاری آفاری بیننده های عزیز، واقعا هیجان در سطح بالا. فلفل
تند قرمز توشه. حسن یه حال عجیب غریبی بود. خیلی خیلی برای دور دوم قیافه علی رو باید ببینی. علی نمیدونه چی خواب بکنه، بخوره، نگاه کنه، خودش رو کنترل بکنه. باید این فیلم گرفت بشه. ماشاءالله آقای مانه رحم نمی‌کنه. جواد موسوی آفرین، آفرین به آقای مانه، آفرین. جانم به این چالش آفرین. واه واه علی، آقای موسوی هم سعی کرده که برنده شد. اه وای با بیاسچه رو ببین، خاصیتش رو بگو، از حواظ بیاسچه نگم براتون. جانم بچه همون بیا ببینم علی. خود بیا ببینم چه میکنی. ببین دو ثانیه توی کارتینگ جلو افتادن، از مسابقه آخرشون کم میشه. الان جعبه رو تیکه تیکه شده برای من آورده و تمام تصویراش هم دیدم. اگر نخورده باشه، ریخته باشه زمین و اینا، چون خودم داورم قراره که امتیاز بدم، واسه همین همه چیز چک میشه. برو انشالله که بهتر کنی. بریم با هم ببینیم که ویتامین خیلی ها چه میکنن. تمام این غذایی که میبینید بابا اینا تغذیه خیلی دست فرمون. البته ما آمبولانس الان کجا آمبولانس تمام کردم، از بیزرم آمبولانس اومده و قول دادیم که بر بره خوبه. چون به ما گفتن آمبولانس بفرستیم باید بر برگرده. این تک به تک خوبه، خوشمزه است، ولی مثلا من برای چی باید اینا خاصیتش اینو با هم بخورم و اینا اینا ترکیبی باید با هم بخوری. خیلی خوب، امیر حاجیان نشست و رضا شعبانی داره میبرتش که به چالش بکشونتش. آنتی‌اکسیدان خالی، آفرین برای پوستت خوبه. برو بریم، آفرین بیریم. ناپلونی چه حالی میده، چه ناپلونی میخوری حریم. آفرین داره دور اول تمام میشه، امیدوارم به در و دیوار نخورن. دور اول قیافه امیر رو نگاه کن، تلوپی داره میخوره. تلوپی داره میخوره امیر، تمام تلاشش هم داره میکنه. قوی عمل کرد. آفرین پیاتر ما، آفرین پیاتر ما همون شد. آماراناس میکنه، آماراناس سرشار از ویتامین سی. آفرین چهره یک برنده نگاه میکنید واقعا. آفرین به به، چی مونده اون تو دیگه؟ چیزی داره میگرده شرکت کننده ما، عرق زنیان رو با که آبالبالو ماشالله. به به، آفرین به شرکت کننده ما، آفرین به به، من کف دارم. این واقعا رقابت جنده و پایانه دور دوم. استوب دیگه بیا امیر. بیا بیا پایین. امیر بیا پیاز چه میام پایین. بیا بیا بالا، بیا بالا، بیا بالا. تمام بذار اینجا من ببینم. تمام این بذار اینجا شما جعبه رو بذار، از کار رشو جعبه رو بذار. آقا داغیش بذار، ادامه مونده در دهان نمیتونه صحبت بکنه. شما این تصاویر خیلی دلخراشه. بفرمایید برام است ماشاءالله. من عذرخواهی میکنم که چیزی ازش باقی نمونده از امیر. امیر خوبی؟ امیر چطوری؟ من نگر میدارم برات. اول یه ذره آب بخور. میتونی به نظرم اونا رو بگی آره بذارش. آره ببخشید. عذرخواهی میکنم. ببخشید دیگه. یه چیزی آب بخور عزیزم. به هر حال بخور امیر کم مرتب بزنید به نظرم واقعا. حساهاش کنم رفت با این بقید
دندون ها سرداشه خدا رفته. آره بعد صورتت یه مقداری به هم ریخته، چشمات یه ذره بیشتر درشت شده، تن و بدنت سالمه؟ یه ذره من فاصله بگیرم. خیلی بوی مطبوعی هم میده، بوی پیازچه. خیلی بوی بخور، یکم آب بخور عزیزم. نه خیلی خوب، آب بخور. خیلی خوب. این جعبه تیم سالم، جعبه سالم اومده، سالم که جعبه تیم ویتامین خ و تیم هفترانه، فقط چیزی در جعبه باقی نمانده بود و همش ریخته بود در ماشین. اینجا یک تعدادیش باقی مانده در این جعبه، یه نصفه فلفل دلمه‌ای باقی مونده، پیازچه ها باقی مونده و نمیتونم به تو کاملشون بدم که بطری ها مونده. بینندگان عزیز، شما بطری ها چیکار کردید؟ خوردم. و آقا تیم ما اونجا بوده، میگه دو ثانیه این چالش رو به تیم ویتامین خ تقدیم میکنم. ماشاءالله، باریکالله، زنده باد. به دلیل اینکه شما توی خطا داشتین به خاطر ریختن وسایل مگه من ریختم؟ یک دو نبستن کمربند ایمنی، یک نبسته بودی؟ دو امتیازی که قرار کسب بشه به تیم ویتامین خ. بریم سریع برای چالش بعدی. جبران میکنیم برای اینجا. ببین جبران میکنیم برای نکنه اینجوری بتونی ببری رخ امتیاز. خیلی هم خوب و عالی رسیدیم به چالش دوم. بعد از چالشی که مداهاشون رو به چالش کشیدن، قراره یک چالش بسیار بسیار آبی داشته باشیم که یک نیسان آبی درش دخیل، همون نیسانی که علیرضا کلن برده باش اذیت بکنه منو. یه نیسان آبی داریم که یه سطل رنگ پشتشه و قراره چه اتفاقی بیفته. یکی از شرکت کننده ها میشینه پشت فرمونش، اون یکی شرکت کننده یک مسیری رو با پایلون ما چیدیم و قراره با یک اسکوتری که میسته روی اون اسکوتر مسیر رو طی میکنه، میرسه به وانت، به نیسان، میره بالای نیسان، این سطل رنگ این بالای سرش نگه میداره با دو دست، از بغل ها هم براش کمربند گذاشتیم در یک شرایط مطمئن. فقط مسیر رو تعیین کردن، قرار نیسان حرکت بکنه، هر چقدر که رنگ بریزه نسبت به درجه‌ای که اینجا قرار من قضاوت بکنم، اون وقت امتیاز میدم برای مرحله پایانیشون، یعنی دو ثانیه میتونن کسر بکنن و کمک بکنه به مسابقه آخر که ببینیم کدوم تیم برنده میشه. الان در حال حاضر تیم هفترانه دو ثانیه بابت کارتینگ گرفت و تیم ویتامین خ دو ثانیه بابت چالش منوی غذایی ما گرفته. پس این چالش بسیار بسیار تعیین کننده است تا مسابقه آخر. قراره که ویتامین خ یا برن و نشستی اسکوتر؟ اصلا نه نشستم نه وایسادم، هیچ کار نکردم، دیسک کمرم دارم، هر چی میگم اینا راه نمیکنن. سطح رنگ دستت گرفتی؟ رنگ زدم. رنگ زدی؟ نیسان روندی تا حالا؟ واقعا آقا چرا باید نیسان رونده باشه؟ خب پیکان نروندی؟ نه از زمان ما پیکان، یه پیکان 48 داشتن، یکی از فامیلا اونم مثلا نمیدادن ما سوار بشیم، فقط از دور نگاش کردن. چند سال چند سال ها زبان شما یاسیم رو بنده به شما یعنی گناهکار میشه آدم باهاشون حرف بزنه، میپرم مثلا چپ 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 دشمن خونی ما. پس قرار شد امیر شما بشینی پشت فرمون، قدش نمیرسه و محمد با اسکوتر آغاز کنه برسه. وقتی که اونجا ثابت شد و گفت حرکت کن لطفاً، یعنی چه وقتی او هیجان زده و جوگیر نشی بری، این با سطل رنگ افتاده و تمام میشه ها. بینندگان عزیز دعا کنن دیسک کمرو، نه انشالله که اتفاقی نمیفته، مضافه بر این که در این مسیر علیرضا باهاشون هست، اگر که احیانا نتونستی رو اسکوتر درست درمون بری، از علیرضا بخوا که کمکت بکنه. علیرضا میخوام کمکم کنی تا یه حدودی میتونه، یعنی یک حدود و سقوری داره کمک کردن با، و من میدونم که الان گردنش اینجوریه، میگه نمیکنم ولی امیدوارم که باش رفاقت خوبی برقرار بکنی، بتونی خودتو به نیسان برسونی. از روز اول داره منو میزنه. خیلی خوب دیگه معطلش نکنیم، بریم ببینیم که چالش نیسان آبی ما رو ویتامین خ چطوری از پسش برمیاد. ما میتوانیم. بفرمایید تشویقشون بکنید رقبا. بله بله بفرمایید. برو زبان شروع شد، برو زبان تو شروع شد، برو 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 برو. تمام.
خیلی خب بریم ببینیم که محمد فکری چی کار میکنه، میرسه به نیسان یا نه. برو شروع ببینم چه میکنی. آره محمد علیرضا اولش کمکش کن. ولی بعدش فلش کن بذار خودش بره. خیلی بی استعداده. اشکال نداره، اشکال نداره. اگه تیر بغلش بزنه بریم من قبوله. فعلا به زیزره بیاد ببینم چی کار میکنه. مسیر رو برو یه زنگ به شکسته بند داری برای من بیاد به من ببند من رو ببین. باشه یعنی اسکوتر ساده است. من الان یه بچه انقدر رو شما بشه اصلا بابا تو داری مسیر اون برای تو داری برو مسیر رو برو 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 تمام بزن زیر بغلت برو عموله بزن بره اشکال نداره برو 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 Let's go everybody همین کار میکنی بجام فکری محمد فکری بجام اون سطل رنگ از جون تو واجب تره ها میره بالا که سوار شد با تو سطل رنگ شد روی سرش قرار بده دستاش هم باز باشه چالش سختیه امیدوارم که بعدن اگه یه روزی شما در این چالش ها شرکت کردیم بدن آماده ای داشته باشی. برو برو از این من برو منو ببخش نمیدم بر نزد آهن نفرت کنن خریداریم همه رقم علی رضا آخه یاده شغل تو برم من دو شیفتم جنیم دفاب نمیدم و دفاب نمیدم آی کمرم آفرین فکر کنم محمد همین الان نصف رنگ رو ریخت بخور داره میریزه داره میریزه امیر احمد دور بزن دور بزن دور بزن برو بیار سطلتو، بیار سطلتو ببینم چه کردی، بیا یه ذره میگه خالی کنی ممنون میشم اومدم بیا امیر حاجیان، بیا محمد فکری ببینم چه کردی آقا، برای بار اول عینکت کو آقا، الان خوشحالی چی هم سطل عینکش پر کرده خسته نباشی، خسته نباشی استاد بزنش اینجا عزیزم، متشکرم ماشالله، ماشالله یه مونه، دست بزنید بابا، یه ذره رنگ سطل، ماشالله تغییر کرد من خوب رنگی دارم تشخیص نمیدم، اوکی بد نبود به نظرم برای اولین باری که پشت نیسان میشستی امکان نداره، قبلا نشسته بودی آقا من دیسکی خوش دادی؟ جان خودم خوش دادی؟ من به خودم دیسکی دادم نزدی؟ یه چیزایی گفتم حالا شده پخش نمیشه بهت ارفاق کردم سر اسکوتر گفتم برداری بری به خاطر دیسکی کمرت والا میتونم نمره منفی لحاظ بکنم بستگی داره که تیم مقابل چطوری از اون اسکوتر استفاده بکنه اونا بدتر از اینه ولی خوب بودین خسته نباشید میگم متشکرم ماشاءالله خیلی ممنون ما میخواییم بریم الان سراغ تیم هفترانه کی پشت فرمون میشینه؟ شما میرین پشت برای بله. سطل رنگ بله انشالله که با اسکوتر بتونی کار بکنی ببینم چه میکنین جشت. نگاه کنی اصلا اینکه چیزی نمونده اگر کمتر از این بیارین نه از دست دادین نذارین من نذارین من به جزئیات توجه کنم میریم سراغ هفترانه ببینیم که هفترانه چی کار میکنه چطوری افتخار هفترانه پهلوانه بیتاری خیلی خوب هفترانه یا رفتن و کلی هم کری خوندن ببینیم توی چالش نیسان آبیمون چی کار میکنن سرخط شروع با اسکوتر با استاد سامان بریم سراغش 3 2 1 شروع خوب آقا سامان این کاره نیستی این کاره هستیم این کاره هستیم باری که ماشالله سامان بیا جلو باری کلا بودو 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 باری کلا بودو بودو سامان بودو
سامان آقا کمکش کن. باری کلا سامان. باری کلا سامان. سامان آقا این نمره رو گرفتی. سامان داره بهتر از محمد اسکوتر رو میزنه. مجدانن آدم بردی. باید حق رو بگه. کنارش وایستادی. بس من جلو وایستادی ازش برم. خواهی بلفت کنار با میستاد که بگفتی نمیتونم که. من به تو افاق کردم بفتا برداری بری. آفرین سامان. واقعا باری کلا سامان. باری کلا سامان. من آدم رسید. رسید به. رسید به نه. خیلی زمانت. بودو. برو. نمارف. نمارف. بودو. علی. برو. علی. یا علی. یا علی. من بهت روحیه بدم. شروع شد. برو. 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 کلا را سوسات نشاب. علی یا باش. کلا را سوسات نشاب. پلتر برو. آقا به نازی دارت درده قبولی قبولی رد نکنی جوری علی نباد علی نباد یار یار نزم بزرگ یبا بابا روی دستم بزرگ این به درد من نخورده این به درد من نخورده ای لگر سیر ای لگر سیر علی چه ترمازو یواش بگیر خو ترمازو یواش بگیر آرامیدات علی خیلی بوده برو هم ببینم علی جان یه جوری برو درب اول بخور تو درب دو برو بینه همینو برو بینه پوزر برو تو برو تو آها 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 بعدی بعدی بلیش نکو بعدی بلیش نکو بعدی این قبول نی این قبول نی رد دنده عقب بگی دنده عقب بگی چرا برو دنده عقب دنده عقب برو به دیگم چرا برو 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 حالا از اول بگیر روش برو حالا که میبینی بگیر روش برو بگیر روش برو آفرین بگیر روش برو 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 ای با یار گلندن خود علمتن یار گلندن خود علمتن ای لگن آقا گاز باید بده خیلی نارون بیاد با تمام بسه و تمام بیار 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 ببینم چه کرد قهرمانانه ملی پوشان پیروز باشید ملی پوشان پیروز باشید هفترانه بیا ببینم بیا ببینم چه کرد باشه بیا باقا تده ای برکا باریکلا من کل این مسابقه رو به میدیدم به دکانه بذار بغل آقا بریز زمین خورده نه بذار باش خورده بذار اونجا آقا بذار یه ذره بیا واسه بیا واسه یه ذره من براتون میریدم گناه داری دست شما در نکنه ما بد کردی بیا واسه آقا مال شما بیشتره ما قبول میکنیم هر چهار تاتون خسته نباشین واقعا خیلی سرده واقعا هماهنگ بودیم آقای تفتی فقط هم با زبون یعنی من یه علی همچین محکم میگفتم میفهمید من چی میگم محکم علیت خیلی زیاد بود میفهمید چی وایساده بودم یعنی کاملا پهلوانانه واسطه بود شک اختراع نکردید که حالا یه چیزی بود مهمش این بود که تونستی اسکوتر خیلی خوب بری باری کلا به خدا بار اول باری کلا زمان ما اینا نبود متشکرم و سطل رنگی که آوردن میزان رنگ بیشتری درش هست و طبعا دو ثانیه رو به خودشون اختصاص میدن دو ثانیه مثبت برای گروه هفترانه و باریکلا هم به شما هم به شما هزار ماشاءالله جفت گروه ها 2:15 فرصت داشتن در این پیست با نیسان آبی و شرایطی که دیدین برونن و این چالش رو از پسش بر بیان امیدوارم که خوش گذشته باشه تا اینجا بهتون میخواییم بریم سراغ مسابقه اصلیمون جایی که راننده ها تعیین کنندن و این امتیاز دو ثانیه‌ای که میتونه خیلی خیلی زیاد تاثیرگذار باشه بفرمایید خانم و آقایان با مسابقه آخر و مسابقه اصلی بین ویتامین خ و هفترانه خدمت شما آقا بذار من بازم رنگو بریزم این الان گوش بده بله نزدیک شدیم به تقریبا یه ذره شطرنجی‌های خط پایان چون قراره که الان مسابقه آخریه برگزار بشه مسابقه اسلالوم که با راننده‌های دستفرمونی که هم تیمی رفقای ما هستن هفترانه و ویتامین خ خیلی هیجان داره چون همیشه خودمون هم دوست داشتیم و اصولا دستفرمون به این برند معروفه که ماشیناش، پیستش و راننده‌های درجه یکی که جزء آکادمی خودمون بودن، جزء قهرمانا بودن و تماشا کردن رانندگیشون خیلی لذت بخشه. الان اول نوبه برای
ویتامین خ یا سبز پوشایی که جواد موسوی قشنگم قراره که بره در پیست و آتیش به پا بکنه و لذت شو بریم. به رسم رفاقت و رقیب بودن یه تشویق اساسی. درود درود. ما ناراحت بودیم. اصلا به قیافه اون کاری میخونن با هم. عین این داور ژاپنی این وسطم. سوال مرسی. قشنگ ساکت میشه درست میشه. جواد جان بفرمایید تماشا میکنیم و لذتش رو میبریم. بازم ده. شما هم کیفشو بکنید چون پیستی که براش چیده شده برای اسلالوم هم پیست طولانیه هم حرکات زیبایی از رانندگی این راننده با استعداد و قهرمان رو مشاهده میکنید. خیلی بهتون کیف میده. بریم با هم دیگه خط استارت ببینیم چه اتفاقی میفته. کپسول آتش نشانی داشته باشن. کپسول ممکنه با آتش کشیده بشه. 6 5 4 3 2 1 جواد برو. جواد موسویه که ماشاءالله. جواد موسوی ماشاءالله واقعا چش نواز رانندگی میکنه. باریکلا فوق العاده. اگه هم تیمیاش اجازه بدن که آتیش بکش پرشور دارن. بابا تو داری ناراحتش میکنی اینجوری. تو تیم خودت کار داری. ببین چیکار داری میکنه. ببین آقا رضا لذت شد اینجا یه ماشاءالله. واه واه چیکار داری میکنه. واو ویلا ماشاءالله. واو ویلا واه واه ماشاءالله. یعنی اصطلاحاتشو میدونی یا نه فقط داری تشویق کورکورانه میکنی؟ درسته؟ با پشت ماشین یا کاپوت اون بر بود کدوم بره چجوریه؟ اونش مهم نیست. بعد چیو میزد؟ بال نخه توپ آفرین. شما کجا به دنیا آمدی؟ فارسی کلی سخت. آقا بذار من گزارش کنم. راحت شیر مادر و نال پدر حلالت باریکالو. ولی انصافا چشم نواز رو خیلی داره میده. اوف یه ذره گیر کن. آره برکش یه ذره گیر کن ولی جذاب بود. آه ماشاءالله. برو 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 برو. توپ زد توپ زد. آره کلا تشویقش کن تشویقش کن. ماشاءالله. این ایته. ماشاءالله. برو جواد. خواهش میکنم قسطا مونده. قسطا مونده برو. و لذت شده باید. این یکی کامل نشه از قشن. صداهایی که میشنوین اینا این شبکه نسیمه دیگه. شبکه نسیمه و شرایط خیلی شرایط عجیب غریب پر انرژی و بچه ها اساسی دوچار هیجان هن الان. خیلی زیاد. چی کار داره میکنه؟ آقا پیست و آتش دوستان بینندگان از این کپسول رضا اگر اینجا اتفاقی نه اونجا باید مکسیموم کنید که بتونید آلی ماشاءالله. جواد اگه صدا رو منو میشنوی شیر مادر و نان پدر حلاله. ویتامین خیلی ها ببین ماشاءالله. من این جواد رو ببینم دارم کیف میکنم. ولی همین ما جواد پلاس داریم. ماشاءالله آلی آلی و جواد موسوی. مرسی جواد ماشاءالله. کارش رو تمام میکنه و یه کاتافه یه ذره مثل برنامه ببینیم. خوبه خوبه بذار نفسش شاق بشه. با یه کاتاف جذاب تمام کرد جواد موسوی عزیزم تا آماده بشه و ماشین رو ترک بکنه. ماشین گروه هفترانه بیاد و رضا شعبانی عزیزم قراره بره در پیست و رانندگی او رو تماشا بکنه. هفترانه براش انرژی بفرستین. ماشاءالله شعبانی عزیز.
ذره دستی چپش برای چپ ماشین یه ذره مشکل داره. امیدوارم که بچه از پسش بر بیاد. دنده عقب بسیار مهمه. ببینیم که باکبورد بسیار عالی باریک. میدونی اسم این حرکت چیه؟ اشکر راکبورد. راکبورد راکبورد لاک پشت نه این الان ایته. آقا دنده عقب برای خودرو ماشاءالله. بابا رضا شعبانی تقریبا هنوز زمانش زمان بسیار خوبیه. همچنان الان ما جلوتره. تقریبا داره آیتمای آخر رو میزنه. شما رانندگی رضا شعبانی رو میبینید از تیم هفترانه که آخرین مسابقه است و تکلیف گروه ها قرار معلوم بشه. داره میاد تقریبا برای انتهای پیست. من واقعا الان متوجه میشم که خدا جای حق نشسته. واقعا الان نمیخوام خطای نیوجرسی. خیلی نزدیکه. با خسته نباشه. کاتاف آخر رضا شعبانی عزیزم برای تیم هفترانه. خیلی خوب، خدا رو سزا مرتبه شکر. دم شما گم که همراه ما بودین، نگامون کردین. جفتشون اساسی واقعا از پس چالش ها بر آمدن. مسابقه اولشون که خیلی هیجان انگیز بود، اگر که خاموش نمی کرد خیلی چالشی تر می شد. آقا بعد یه گازه دیگه، ول خود چرا می زنی خفه کنه؟ آخه هرس خوردم هیچی نتونستم بگم. محمد فکری بال زد اینجا، یعنی نوترون ازش خارج می شد. نمی دونست چیکار باید بکنم. نگی اینا از بس، به خدا جدی دارم میگم. این طرف هم بچه ها خیلی شرایط سختی داشتن، فقط جعبه رو نخورد دلیل یگانه، چون اونم مقوا بود، یه بخشای درزش هم خورده بود. و دو تا راننده جذابمون ماشاءالله جواد موسوی عزیزم، هم رضا شعبانی عزیزم که چشم نواز بنده کردن. مسابقه جذابی بود. آقا احسان قراره که ما بگه، چون به عنوان داور ثبت کرده که چه اتفاقایی افتاده، پنالتی داشتیم یا نداشتیم، زمان بندی چطوری بوده توی مسابقه اسلالومی که دو تا تیم برگزار کردن. خیلی خوشحال نوشتی، خودم بخونم؟ متشکرم، ممنون از احسان عزیز. خیلی خوب، تیم ویتامین خ که رانندهشون سید جواد موسوی عزیزمه، با 2:59 و 719,000 ثانیه بدون خطا پیست رو رد کرد. بابا ماشاءالله ماشاءالله. و رضا شعبانی عزیزم راننده تیم هفترانه 3:03 و 15,000 ثانیه زمانی بوده که پیستو تمام کرده، 7 ثانیه پنالتی یا خطا داشته ولی تشویق داره. بله ماشاءالله به شما. با این حساب 2 ثانیه هفترانه مثبت داشته، باید 2 ثانیه کسب بشه.
3 ثانیه 3 دقیقه 4 ثانیه بعد یه 3 دقیقه و 3 ثانیه 15000 ثانیه داشته، 7 ثانیه خطا شده 3 دقیقه بود، 10 ثانیه و 15000 ثانیه، 2 ثانیه ازش کم میشه به دلیل مثبتی که داشتن در چالش نیسان آبی، نه 2 ثانیه‌شون با 2 ثانیه تیم حریف میره، 2 ثانیه‌شون اضافه تر میمونه، میشه 3 دقیقه و 8 ثانیه و 15000 ثانیه. با این حساب دست شما باشه، برنده ما تیم سبزپوش ویتامین خ. در مجموع تندیس طلایی ما برای گروه بیا والا بیا 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 تندیس نقره برای گروه هفترانه است. خودشون هم باورشون نمیشه. بچا دمتون گرم. چرا باور نمیکنی؟ تو باور نمیکنی بابا؟ من اینو الان سرتو خورد میکنم. چالش آب و اینا اصلا آقای تفتی هیچ چی نداره. اسکوتر رو اینقدر سوار شدن. چه چی میکشه از دست؟ مدیون این معده است. محمد فکری تو باید معده منو ماچ کنی. سیاست چشی. معده. تو برنامه خودشون تلو. آقا به افتخار تیم برنده. ما که تبریک میگیم. خسته نباشید. مهم اینه که تو دور همیه مدل رسانه‌ای که ما با هم دیگه داریم توی شبکه باحال نسیم، بچه‌ها قبول زحمت کردن و دمشون گرم که اومدن. قرار ما اینجا این نیستش که بچه‌ها توی چالش‌های سختی بیفتن و فقط به خاطر اینکه ممکنه توانایی‌هامون کمتر بشه به هم دیگه بخندیم. قراره که تمرین بکنیم همزیستی مهربانانه ای رو که صورتامون صورت‌های شادی باشه، دلمون شاد باشه، زندگی‌هامون دور بشه از گرفتاری و سختی و مشکل، فقط آفرین باشیم، نفرین برای هم دیگه نباشیم، چشم دیدن داشته باشیم که همکارامون رفیقامون میتونن موفق باشن، میتونن تو دل مردم جا داشته باشن و انشالله دعای خیر شما رو هم داشته باشیم. دمتون گرم، سرتون سلامت، حالتون خوب، امیدوارم که شب و روز باحالی داشته باشید مثل شبکه نسیم و همه همکارای خوب من که توش زحمت میکشن برای حال خوب شما. متشکرم.